انفجار سرگروه راکت در هلمند، 5 کودک جان باختند. همچنان معاون فرماندهی قطعه سرخ طالبان در پروان کشته شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتون بخیر. با مهمترین خبرها از این کانال خوش آمده. تقاضا می نمایم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب نمایید. در ادامه مشروع خبرها، انفجار سرگلوله راکت در هلمند، 5 کودک جان باختند. 8 صبح هلمند. منابع محلی در ولایت هلمند میگویند که در نتیجه انفجار سرگلوله راکت در ولسوالی مارجه ولایت هلمند، 5 کودک به شمول 1 دختر جان باختند و 2 کودک دیگر زخمی شده اند. محمد قاسم ریاض، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند، با تایید این خبر به روزنامه 8 صبح گفت که این انفجار ساعت 9 بامداد امروز جمعه 12 حمل در ساحه کمپ ولسوالی مارجه رخ داده است. با گفته آقای ریاض، قربانیان این رویداد سرگرم بازی با سرگلوله راکت بودند که انفجار رخ داده است. دو روز پیش نیز انفجار یک گلوله هاوان در ولایت دایکندی جان یک پسر 12 ساله را گرفت. همچنان معاون فرماندهی قطعه سرخ طالبان در پروان کشته شد. با گزارش اسپوتنیک، پیام آزادی صفحه مربوط به جبهه مقاومت در خبرنامه گفته است که ملا قدرت الله پکتیاوال، معاون فرماندهی قطعه سرخ طالبان، در عملیات‌های چریکی مقاومتگران کشته شد. بر اساس گزارش همراهان با این فرمانده طالبان، 5 تن از عساکر او نیز کشته شدند. در این خبرنامه آمده است که عملیات چریکی شب گذشته در ولسوالی جبلسراج انجام شده است. این در حالی است که طالبان هزاران تن را از ولایات‌های کابل، بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنگان و بلخ وارد منطقه بنو در اندراب کردند. یادآوری میکنیم که تاکنون چند جبهه برای مبارزه با گروه طالبان اعلام موجودیت نموده است. از توجهتان تشکر. برای بهبود مطالب این کانال را سابسکرایب نمایید. تا درود دیگر، بدرود.